سلام سلام سلام، سلام، خوبی؟ مرسی. خسته نباش بچه ها. من همش میرم تو رومای کسایی که برای رژیم کار میکنن، گوش میدم حرفاشون، ببینم حرف اینا چیه. خب و چیزایی که متوجه شدم الان میخوام بهتون بگم. اینها همشون اولندش که مرگ مهسا امینی عزیز برای اینا یک سورپرایز بزرگه، یعنی به هیچ عنوان اینا فکر نمیکردن که یهو اتفاق بیفته. خب این کار خدا بوده، حالا به هر حال آخرش خیره. یه موضوع دیگه هم که نگاه کردم این بود که توی روماشون همش دارن میگن ما صدا سیما، یعنی کسایی که برای همین رژیم تروریست کار میکنن، و میگفتن که ما صدا سیمامون دروغ تحویل مردم میده، ما نتونستیم رو جوانها خوب کار کنیم و خشم جوانها خشمی است که مونده و مطمئنا میان بیرون مطالبه گری بکنن و مطالبه گری هم اینها یاد نگرفتن چطور به آرامش بکنن و الان شده خشونت و میان با خشونت میکنن و خودشون به این نتیجه رسیدن که کار به جای باریک کشیده، یعنی خودشون دارن اعتراف میکنن و قشنگ خودشون دارن به جون همدیگه میافتن. یا مثلا یکیشون داشت به یکی دیگرشون میگفتش که خب معلومه دیگه، فشار اومده الان شده فشارها خشم، یعنی خودشون متوجه این شکست شدن. بعد یکی دیگه شد میدونی میگفت چی؟ یعنی دی حرف که دارم بهتون میزنم واقعا داره میزنه ها، اسمش مصطفی هست ها، اسم خدای الان اسمش بهتون میگم، میشناسینش؟ توی روما اکثرا میاد، بگو اسمش چیه. مصطفی الان بهتون میگم مصطفی چی با یادم، حالا مهم نیست. آره همه که اسمش مصطفی هست ها، حالا اسمش نمیدونم یادم رفته. بعد اینم داشتش میگفتش که نه میدونید چیه، ما رو تو ایران کار کردیم رو جوانها و رو مادرها که اگه یه بچه مرد برای مثلا رهبرم، مادره بگه اب نداره دومین بچه هم میمیره، ولی تو آمریکا کجا یه بچهش بمیره مثلا میگه دومین بچه من بره مثلا برای آمریکا بمیره. ما رو این کار کردیم. خب حالا ما 40 میلیون آدم داریم که خودشون رو میکشن برای رهبر، یعنی تو خواب و خیالاتش داشت این میگفت. خب حالا اینا اگرم حتی بشن 500 هزار نفر، باز هم ما آدمایی داریم که مثلا خودشونو میکشن برای این رژیم. و بعد میدون میگفت چی؟ میگفتش که ما این کارو کردیم روی مغزشون، این مثلا چش میگن به ایرانی میشه چی، منیپول، دستکاریشون کردیم. بعد میگفتش که خب مطمئن باشید که این رژیم به بشار اسد کمک کرد، به خیلی از کسای دیگه کمک کرد و آدمهای تروریست زیاد داره تو همه دنیا. چطور ما روز سوریه رو نگه داشتیم و ایران رو نمیتونیم نگه داریم؟ مطمئن باشیم ایران هم میتونیم نگه داریم و تا آخر هم میکشیم و به حال این رژیم هرجوری هست با کشتن نگه داریم. یعنی اینو داشتن توی اتاقی که مثلا حالا همه افراد هستن، چون مثلا توی اتاقی الان چند نفر باشه، مثلا 200-300 نفری هستن، داشتن جلوی همه میگفتن. یعنی اینا میخوام بهتون بگم کسایی هستن که از گفتن این جملات اصلا ترسی ندارن، متوجه هستین؟ بله. اونا خب یک چیز 501c تو آمریکا نیستن، برای همین میتونن از این حرف رو بذارن. ولی یه سوال، شما خودتون مزوجم به نظر خودت آیا واقعا الان یکیشون، ببخشید آرمین یه چیزی که ببخشید، اکبر خوشکوش که اصلا یه آدم معروفیه تو همین رژیم، مثل یه آدم رده بالایی هست و اینا همه میشناسنش، از این دزدای چیز بهش میگن نمبر 1 تهرونه. ببین مثلا این مسیجو به من بعدش داده، حالا نمیدونه که منم دو خانم هستم، بگم نمیدونه، حالا البته نوشتم رو پروفایلم خانم، اینو گذاشتم رو پروفایلم، دیدین؟ خب بگو بخونش برامون. نه تهدید نوشته ها، نوشت برام تو مسیج، گفتم منم الان میذارم پروفایلم، نوشته تو خودت را آتش نزن، خودت بکن تو، ببخشید، تو کونه خر، آنجا بهتر باشی. خب ببین این آدم داشتش میگفتش که ما تا آخر میکشیم و از کشتن هم ترس نداریم و این حکومت حالا هر جوری نگه میداریم. خب ببین راست میگه. شما ببین میدونم راست میگه، میدونم، ولی جالب اینجاست که الان دیگه دارن میگن گوش کن اینا حاضرن جون بگیرن و حتی حاضرن جون بدن، خب آره. با که اقلیتاً قابلیت پرداخت هزینه شون بیشتره، به خاطر اینکه ایدئولوژیکن، خب به فکر بهزیستی نیستن، به فکر اون دنیاشونن تا بیشتر تا این دنیاشون، برای این قابلیت دادن هزینه برایشون خیلی زیاده. بعضی‌ها فکر می‌کنن که اکثر همه کسایی که برای نظام کار میکنن همشون فقط به فکر
چه میدونم زندگی خودشون هستن و ایدئولوژیک نیست و به اسلام و اینا اعتقاد ندارن، در حالی که درست نیست، خیلی هاشون واقعا عقیدتی دارن از این نظام دفاع میکنن. برای همین با اینکه اقلیت هستن، چون قابلیت پرداخت هزینه‌شون زیادتره، با یه اقلیت میتونن یک اکثریت رو کنترل بکنن. خب طرف ما قابلیت پرداخت نه نمیتونن آرمین دیگه کنترل نمی، با اقلیت دیگه نمیتونن کنترل کنن. باشه ولی خب باید میخوان دست به سلاح سنگین بزنن. بله بله خب با همون دست به سلاح سنگین میتونن دیگه. ببین موضوع اینه که موقعی دیگه نمیتونن، خب موقعی نمیتونن دیگه این کنترل رو بکنن که بین خودشون تفرقه به وجود بیاد. خب یعنی همین که تو داری میای میگی به وجود اینا... اومده دیگه آرمین الان بین بله. خودشو میدونی چی آرمین گوش کن آرمین قبول آرمی. میکنم دارم تایید میکنم خب. قبول میکنی اینها دقیق چیزی که تو داری میگی اتفاق افتاده، اونم از الان، نه از سال 88 وقتی که اینا دست به تفنگ شدن. چون اینا دست به تفنگ شدن چون مال الان نیست، مال خودت میدونی که مال سال 88 به بعده. و خیلی از خانواده های سپاهی ها و بسیجی ها دیدن که نه خب اگه اینجوری بشه خب مردم هم میگن اینا دارن میکشن، این پولایی که اینا میدوزن به زودی از دست میدن، یعنی این دولت رو از دست میدن، این زندگی خوب از دست میدن. بعد بین خودشون الان به جون هم افتادن، میگن کی دست به تفنگ شده بیار ببینیم کیه چیه. و اونایی هم که دست به تفنگ شدن رفتن تو لونه مش قائم شدن و بین خودشون الان جنگه، چون خانواده‌هاشون گفتن ما دیگه با این روند نمیتونیم تو ایران بمونیم و دزدی کنیم. گرفتی چی شد؟ درست درست. خب من قبل از اینم بگم، تو به من توضیح بده مرحله به مرحله این که در نهایت باعث میشه که این نظام سقوط بکنه رو یکی یکی برای من بگو. خب میدونی مرحله اول این هستش که اینا خودشون بپذیرن که نتونستن مدیریت کنن کشور رو، یعنی اولی مرحله شده که خودشون باش باش یعنی به آگاهی خودشون بذار بنویسم مرحله باش می نویسم بنویس بنویس چون من اینا رو دارم هر روز گوش میدم و اصلا توی اتاقه براندازا نمیرم براندازان چیزن مشتی آدم خشونت طلب هستن که میگن مثل میخوان انقلاب 57 بود با خشونت ریختن تو خیابونا، یهم دوباره همون میخوان همون بشه. من اصلا دیگه تو رو ماشون نمیرم. اوکی مرحله دو چیه؟ مرحله یک مرحله اول اینا به من خواهشن اینجا ما این روندی اتاقو جلو نمیبریم که خواهشن میکروفونو ببرن زاد صحبت کنه بعد بهت برمیگرده. فقط نکته بعدی که میگی فقط مرحله دومو، فقط بگو مرحله دوم چیه. فقط اینا مرحله اول خودشون به آگاهی میرسن که بله. نتونست مزدا من گفتم مرحله دوم. آره. مرحله دوم میدونی چیکار میکنن؟ اینا میرن سراغ کسایی که قدرت دستشون بوده و گند زدن، باید اونا رو ملاقات کنن و با اونا کنار بیان. کیا میرن کسایی که الان پشت صحنه دارن بخور دزدی میکنن، باید برن دست کسایی که گند زدن و مسئول بودن رو بگیرن، بگن خب شما تا حالا گند زدی باید رویت عوض کنی. این نمیشه عوض شدن اونا نمیشه. خب میرن تقاضا میکنن، میرن میگن آفرین اینا اوکی. میرن چون اینا پشت صحنه هستن، اینا پشت صحنه هستن دارن میخورن دزدا هستن. باش باش یه مش دزدا مثلا بسیجی ها و چه میدونم نه خانواده ها اینا که تو تهران هستن جای خوبه مثلا شهرها رو گرفتن پولای زیاد دارن بچه‌هاشون خارجن دیگه، اینا میان پیش اونایی که مسئول هستن و خرابکاری کردن میگن تو خرابکاری کردی و مسئولی باید عوض بشی. این مرحله دومه. خب بعد اونا گوش مرحله سوم چیه؟ آفرین مرحله سوم اینا جون هم میافتن، چون اونی که مسئوله میگه برای چی من بگم مسئولم؟ اگه بگم مسئولم خرابکاری کردم خودم جونم در خطره. پس مرحله سوم اینا جون هم به جون هم میافتن دو طرف. با جون هم یعنی چی؟ یعنی با اسلحه یا با حرف؟ با حرف. مرحله سوم تازه حرفه. الان ما تو مرحله سوم هستیم. چهارم. ما الان مرحله سوم ایران. نه برو چهارم. برو چهارم. مرحله چهارم. مرحله چهارم اینها میان اینایی که مسئول بودن و خرابکاری کردن رو حذف میکنن. یعنی اینا رو میرن ترور میکنن. ترور میکنن. چهار. آره میکشنشون. اینا میان اینایی که مسئول بودن خراب کردن رو میکشن، ترور میکنن. اوف. خب اوکی خیلی خوب. پس تو میخوای انقدر بین اینا تفرقه به اتفاق بیفته که اینا خودشون بیافتن با اسلحه به جون هم بیافتن، درسته؟ آره ما الان مرحله سوم هستیم، مرحله دیگه هم هست بعدم بهت میگم. خب یه جور کودتای نظامی نمیخوای بکنی منظورته؟ بخواد ببین این کسایی که پول دارن که خودشون که اسلحه ندارن، تنها کسایی که اسلحه دارن ارتش و سپاه. خب برای این تو اگه میخوای به اسلحه اینا بیافتن جون هم، باید یه قسمتای فقط از ارتش و سپاه بیافتن جون هم. خب
حالا یه چیزی ببین، من حالا مخالفتم باید نمی کنم، منم حالا یه جور دیگه تو گفتی، ولی بالاخره در نهایت تنها راه به نظر من، تنها راه سقوط جمهوری اسلامی اینه که بین خودیاشون جنگ بشه. خب و تو هم همونجوری که خودت هم اشاره کردی، بین خودیاشون داره دعوا میشه، ولی به اون مرحله‌ای که دیگه بخوان علیه هم اسلحه بکشن و اینا، از نزدیک اونم نشده. خب شما اگه بخواید این تفرقه، چرا نزدیکش میشیم آرمین، چند ماه دیگه صبر کن میشیم، باش میشیم. خب قبول کردی حرفمو داریم میشیم، پس نشدیم هنوز. خب نه نشدیم، ولی چند ماه آینده میشیم. چند ماه آینده من نمیدونم زمانش کیه، ولی من قبول دارم که در اون جهت داریم حرکت میکنیم. ما الان مرحله 3 آرمین، مرحله 3 قبول کردم. باش خب ما باش، برای که از مرحله 3 بریم مرحله 4، ما به جای اینکه منتظره مهسا امینی های آینده باشیم، خب که ببینیم شما وقتی مهسا امینی اتفاق میفته، اینا با خودشون جنگ میشه بینشون، درسته؟ منم دیدم، منم تو اتاقاشون میرم، ویدیوهاشون نگاه میکنم، حرفاشون رو گوش میکنم. اینا الان این اصولگره ها و چه میدونم سپاهی ها و بسیجی ها و اینا افتاده از با حرف افتادن جون هم دیگه. خب منم اینو دیدم. خب ما اینو میخوایم که این انقدر شدت پیدا بکنه که اصلا عقیدت ببین، ما که طرفای ما که هزینه با جون و اینا که هزینه نمیدن، اونا هن که با جون خودشون هزینه میدن. خب برای همین اگه از لحاظ عقیدتی اونا بیان علیه نظام بشن، اون وقت بزرگترین قدرتی رو که دارن و علیه خودشون داریم استفاده میکنیم. یعنی به جایی که ما اسلحه‌ای به دست بگیریم. دقیقاً من هم همینو میگم. من میگم چرا جوونا برن پرپر بشن؟ نخبه های ایران، یکی مثل من، یکی مثل دو نخبه های ایران، خدایان بزرگ، اینا رو به شکست بدم قبل از که جوون بیچاره بر پرپر بشه. خب ببین، ولی باید فاجعه های اتفاق بیفته، خب که اینا ببینن و از وجدان بگیرن و احساس گناه کنن. خب ولی ما که نمیخوایم مهسا امینی های دیگه اتفاق بیفته، ما که نمیخوایم بشین دست رو دست هم بذاریم که مثلا جمهوری اسلامی یه جرم دیگه انجام بده. من میگم برای اینکه تعداد این اتفاقا رو زیاد بکنید، خب و فاصله بین این تظاهرات رو کمتر بکنید، خب تنها راهش اینه که طرف ما این اتفاقات رو بگیره دست خودش و یه سری کارهای خاصی رو انجام بده. حالا نمیدونم منظورم رو متوجه هستی یا نه. من پیشنهاد نه چی گفتی یه بار دیگه بگو. من میگم که ما که نمیتونیم همینجوری منتظر مهسا امینی های آینده باشیم. خب والا ما هر روز 10 تاشو داریم میدیم. نه درسته، داریم هر روز 10 تاشو داریم میدیم، ولی بعضی از این اتفاقا خاصه. خب چرا الان مثلا واکنش به مهسا امینی نسبت به اون بقیه که دارن میبینن به شدت بیشتر بوده؟ یه شرایط خیلی خاصی داره. مهسا امینی کار خدای کار آسمونه. اون مهسا امینی اصلا چیز حالا چند سال دیگه میفهمیم مهسا امینی کی بود. حالا اینو ولش کن. حالا یه چیز دیگه بهت بگم. این اصلا ما کار خیلی بزرگ خدایان هست که ما شانس واریم اتفاق افتاد. ولی بس میدونی الان سر چی چک جوونا نباید به نظر من برن پرپر بشن. بابت جوونا نباید برن جوون. الان وقتش نیست. مزدا اجازه بده. آخه تو توی کلاب جمهوری بی خدایان داریم یه کار خدایان داخل. حالا ولش کن وارد نشو. اوکی ببین ممنون مزدا جان.